سال پیش دهن آمریکایی‌ها بو می‌داد. کمتر کسی مسواک می‌زد. یه چیزی حدود 7%. با اون همه غذای فراوری شده و آتو آشغال دیگه تصور کنیم وضعو. در حدی که ارتش وقتی داشت برای جنگ جهانی نیرو می‌گرفت، اعلام کرد که بهداشت ضعیف دندان تبدیل به یه تهدید امنیت ملی شده. تو این وضعیه بنده خدایی تصمیم گرفت که برند خمیر دندون درست کنه، هپسودنت. رفت سراغ دوستش آقای هاپکینز، گفت که یه کار کن من بفروشم. هاپکینز رفت و گفت 6 ماه بهم زمان بده. تو این 6 ماه چیکار کرد؟ همینقدر بهتون بگم که 10 سال بعد 65% آمریکایی‌ها مسواک زن شده بودن. چجوری؟ با انگولک کردن چرخه عادت. عادت‌ها زندگی ما رو تو دستشون دارن. خودمون حالیمون نیستا، ولی مثلا صبحونه خوردن یه عادته. غر زدن، لبخند زدن، اینکه وقتی حوصله سر میره میری سراغ یخچال حتی اگه گشنت نیست، اینکه الکی چایو هم میزنی حتی وقتی شکر توش نیست. میتونه خوب باشه، بد باشه، کوچیک، بزرگ، مهم نیست حالشو داشته باشیم یا اصلا خوشمون بیاد یا نه. عادت خود به خود انجام میشه. حالا چی میشه که اینجوری میشه؟ فرض کنیم یه کار جدید پیدا کردیم. روز اول به دقت از روی نقشه پیش میرین تا برسین به محل کار. اسم کوچه و خیابونا رو نگاه میکنین تا بالاخره بگین آخیش رسیدم. اینا تو قشر جلوی مغز یا کورتکس اتفاق میفته. روز دوم قضیه یکم آسون تره. ولی روز سوم کارت گرفته تو قسمت استرایتوم یا مخطط مغز که قشنگ یه هورمونای ترشح میکنه که تفکر پیچیده رو ممنوع میکنه. چون مغز کلا خسته است، نمیخواد فسفر بسوزونه. واسه همین وقتی ما زیاد یه رفتاری رو تکرار میکنیم میگه این جوریه، یه مسیر عصبی جدا براش میسازه و میگه که برو خودتو انجام بده. که خب خوبم هست، اینطوری با انرژی خیلی کمتری مسیر رو طی میکنیم و تازه ذهنمون هم آزاده که فکر کنه چجوری مخه اون همکار جگرمو بزنم. میفهمین چرا این ماجرا فوق العاده هیجان انگیزه؟ نمیفهمین؟ اوکی. توی آزمایشی موشا رو فرستادن توی مازی، گفتن برین شکلات رو پیدا کنین. دفعه اول اینا به کندی میرفتن و جون میکندن که برسن به شکلات، ولی بعد چند بار که مزه شکلات میره زیر زبونشون و مسیر رو هم دیگه کامل یاد میگیرن، دیگه همینجوری چست و چابک میرفتن. بعد مغز موشا رو بررسی کردن، دیدن وقتی این مسیر تبدیل به عادت شده، میزان فعالیت نورونای مغز موشا به شکل قابل توجهی پایین اومده، تقریبا در حد وقتی که خوابن. اینه قدرت عادت. فکر کن بتونی یه عادت خوب بسازی، بعد بدون اینکه اصلا بهش فکر کنید یه خود به خود انجام بشه. چی بهتر از این؟ حالا چجوری انجامش بدیم؟ همونطور که هاپکینز فهمید، هر عادتی کوچیک و بزرگ و خوب و بد از یه الگوی خیلی ساده پیروی میکنه. اومد هی چرخه رو نگاه کرد، هی فکر کرد، دید تا وقتی اشتیاق نباشه آدما کاری نمیکنه. واسه همین الان واسه ما خیلی تکراریه، ولی اون موقع واسه اولین بار اومد گفتش که چی این چیزای زشت زرد کریه رو دندونتون. حالا کسی حواسش نبود که این لایه رو با ناخونم دست بکشی روش میره، همچین چیز خاصی نیست، ولی خب مردم خر میشدن و خمیر دندونا رو میخریدن. پاسخ. خب حالا تا اینجاشو بقیه برندا هم به شکل ضعیف‌تری انجام دادن، ولی چی شد که پپسودنت اینجوری کل صنعت خمیردندون زیرا رو کرد؟ چون باقی برندها حواسشون به برگشتن مشتری نبود و مرحله آخر رو یادشون میرفت، پاداش. ولی تو تبلیغاتش هی اومد از لبخند زیبا گفت، از اینکه چقدر تاثیرگذاره تو زندگی شما، فقط کافیه پپسودنت رو داشته باشید که به پاداش یعنی لبخند زیبا برسید. و اصلا کلا پپسودنت رو به عنوان خالق زیبایی تو ذهن مردم جا انداخت. Suzy Q, what's cooking with you? Your teeth look whiter than new. My teeth aren't new, but my toothpaste is new Pepsodent. همین، طبق همین فرموله که ما تا حوصله‌مون سر میره دستمون میره سمت گوشی. ماشه کسالت از مثلا کار سخت روزانه. پاسخ باز کردن اینستاگرام. پاداش دیدن محتواهایی که خیلی بی‌خاصیته ولی چون درکش برای ذهن ساده است، باش حال میکنه. اما خب واسه ببینم، همه کارهای سخت بالاخره یه جای پاداشی دارن. خب درس خوندنم ته تهش به پاداش نمره خوب ختم میشه، پس چرا عادتم نیست درس بخونم؟ آها، بله، لبخند زیبا ظاهراً پاداش قرار بود باشه، ولی خب با یه بار مسواک زدن که چیزی فرق نمیکرد. اینجا یه اتفاقی افتاد که خود هاپکینز هم انتظارشو نداشت. میدونین که ما وقتی از چیزی لذت میبریم هورمون پاداش یا دوپامین تو مغزمون ترشح میشه، اما چیز عجیبی که دانشمندا فهمیدن اینه که وقتی پاداش به رفتار گره بخوره، دوپامینه قبل از اینکه ما اصلا اون کارو انجام بدیم هم ترشح میشه. یعنی بررسی کردن دیدن تو قماربازا، خب موقع بازی هی دوپامینه داره ترشح میشه دیگه، بازیه. ولی دو بار اوج میگیره. یه بار موقعی که میبرن طبیعتاً و یه بار قبل از اینکه ببرن. واسه همینه که از بین بردن عادت انقدر سخته. عادت
هم خانواده اعتیاده. حالا برگردیم به خمیردن. پپسودنت یه خاصیتی داشت که وقتی مسواک زدن تموم میشد تو دهن یه حس سوزن شدن مطبوعی به جا میذاشت. بعد مردم دیدن وقتی یه شب حوصله ندارن مسواک بزنن، دلشون واسه اون حس خنکی و تمیزی توی دهنشون تنگ میشه و اینجوری مسواک زدن شد عادت. حالا بگذاریم که این سوزن شدنه به خاطر اسانس نعنا و اسید سیتریک بود و هیچ ربطی به تمیزی نداشت و پپسودین حتی خاصیت سفید کنندگی هم نداشت، ولی خب حس پاداش و لحظه ای رو میداد. خلاصه بعد چند سال خمیردندونای دیگه هم نعنا رو اضافه کردن به ترکیبشون و سهم پپسودین از بازار اومد پایین. پس مغز ما به همون دلایل تکاملی که تو ویدیو قبلی براتون گفتم حوصله پاداشای دراز مدت رو نداره که هر کاری که الان تاثیرش رو ببینه انجام میده. پس یعنی ممکنه درس خوندن رو کار لذت بخشی کرد. قدیما فکر میکردم وقتی بالغ میشیم مغزمون مثل سیمان سفت میشه و دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، ولی الان فهمیدن که نه، اتفاقا مثل گل رسته میشه تغییرش داد، ولی خیلی خیلی تدریجی. این دوپامین و اینا که گفتیم تاثیرشون خیلی سریع یه لحظه است و بعد از بین میره، ولی تاثیر بلند مدت ترشون اینه که باعث میشه ما بخوایم کارا رو تکرار کنیم و این شکلی مسیرهای عصبی جدید ساخته میشه و اگه ما بارها این مسیر عصبی رو طی کنیم بالاخره عادت ساخته میشه. حالا چند بار؟ بعضیا میگن اگه کاری رو 21 روز انجام بدی تبدیل به عادت میشه، بعضیا میگن چله عادت بذار، ولی خب طبیعتاً بستگی به کاره داره دیگه و بستگی به آدمه. توی بررسی دیدن از 18 تا 254 روز طول کشیده که رفتار تکرار شونده تبدیل به عادت بشه. پس می‌بینین این لایحه خیلی عمیقه. واسه همینم هم میگن تغییر عادت‌های بد یه جورایی غیر ممکنه. بهتره سعی کنی یه عادت خوب و جایگزینش کنی، یعنی همون مسیره رو یکم تغییرش بدی تا که سعی کنی صاف کنی و از نو مثلا یه چیز دیگه بسازی. این ویدیو بر اساس کتاب قدرت عادت بود که قبلا هم گفتم خیلی زندگیمو تغییر داده. اون تا بعدش اینه که دقیق نمیگه این مسیر ساختن عادت حالا چه جوریه، چه چالشای پیش روته، چه جوری شروع کنی اینا. و واسه همینم من اولین تلاشام برای عادت سازی اصلا موفقیت‌آمیز نبود تا اینکه رفتم سراغ یه کتاب دیگه و این بار بود که طوفان شد تو زندگی. طوفان. تو ویدیوی بعدی قصه‌شو براتون میگم.